خب تمپلیتینگ چی هست؟ تمپلیتینگ شاید شما یه سایت هایی دیده باشید مثل وردپرس و جوملا که واسه شما چیکار میکنن؟ تمام این ویدیوهایی که حالا ما ساختیم اینجا با هم دیگه نزدیک 200 ویدیو، کلاس هایی رو ساختیم، فانکشن هایی رو ساختیم، تمام این کارا رو وردپرس واسه شما از قبل انجام داده. میاد یه یوزر اینترفیس درست میکنه واسه شما که شما اونایی که مثلا برنامه نویسی نمیدونن، حالا مثلا کاربر ساده، میاد مثل وبلاگ عمل میکنه، میاد مثلا فایل آپلود میکنه، عکس آپلود میکنه و بدون اینکه اطلاعی از برنامه نویسی داشته باشه میتونه سایتشو آپدیت بکنه. خب اینو بهش میگن، درست نمیگن تمپلیتینگ، ولی خب بهش میگن چی؟ کاری که مثلا شما سایت وردپرس انجام داده واسه پول در آوردن، حالا واسه دادن خیلی از مثلا فضاهای مجازی و خیلی از مثلا یه دومین، اینا رو واسه شما شارژ تو میکنه، وگرنه یه گیگابایت بهتون فضا میده. خب حالا تمپلیتینگ، من دو تا اسم میذارم روش. تمپلیتینگ چیکار میکنیم؟ ما اولین کاری که میکنیم یه اسمی گذاشتمش به نام set variable include php file، یعنی میام یه variable درست میکنیم واسه همه یه فایلامون. فعلا همه چی، اون چیزایی که در مورد وردپرس گفتم رو بذارید کنار، به این توجه بکنید که مثلا میام یه وریبل هایی درست میکنیم داخل فایلمون یا توی ویومون و اونا رو اینکلودش میکنیم مثلا داخل یه فایل دیگه ای که میخوایم کانتنتمون رو توش بنویسیم. حالا اسم کچی نیمی نیست، ولی خب منظورم رو خواهید فهمید. دومین روش در مورد لود فایل، اول لود بکن فایل رو و بعد سرچ اند ریپلیس، سرچ بکن و ریپلیس بکن. میام اولین مثال که با رنگ قرمز نوشتیم رو میزنیم با هم دیگه و دومین مثالم بعد از اون با هم دیگه میزنیم، برمیگردیم به فایلام. من اینجا اگه نگاه بکنید چند تا فایل ساختم، تمپلیت 1، تمپلیت وریبل و این چند تا. حالا در مورد تمپلیت 1 و تمپلیت وریبل میخوام سوال بکنم. کدا رو باز میکنم، یه فایلی ساختم به نام تمپلیت 1. ببین HTML، تگای HTML رو داریم بالا. تایتل ما یه وریبلی هست به نام پیج تایتل. H1 ما، حالا تایتل ما که بالا توی چیز می‌نویسه دیگه، توی HTML تو صفحه چیز می‌نویسه، صفحه خود HTML می‌نویسه بالا، این اصلا زیاد آوتپوت نداره. توی تگ H1 هم میگیم پیج تایتل که یه وریبل هست بنویس و این هم کانتنت رو بنویس. خب ما از این فایل چجوری می‌خوام استفاده کنم؟ اینو بهش میگم ویو. خب تمپلیت وریبل یه دونه فایل دیگه است که من ساختم که اینو بهش میگن کنترل، کنترل میکنه، میاد پیج تایتل رو که اینجا نوشته بودیم رو میگه تمپلیت تست. خب و کانتنت رو مثلا میزنیم که this is a test of templating using variable. templating کلمه نیست، کلمه ای است که توی برنامه نویسی چیز هست، اعتبار داره، نه توی دیکشنری انگلیسی. به خاطر همینه که templating رو زیرش خط قرمز کشیده. include رو هم پایین می‌نویسیم، این خیلی مهمه. include کردیم چه فایلی رو؟ template 1 رو. template 1 کدومه؟ اینه. پس ما هر چی اینجا بنویسیم میره داخل template 1 قرار میگیره و مشاهده میشه. چجوری اینو امتحان بکنیم؟ میریم توی فایرفاکس میزنیم template variable. نگاه بکنید template test. این template variable چی بود؟ template variable یه فایلی بودش که فقط variable داشت. میبینید template variable اینا بود، میبینید. حالا من اگه بزنم template مثلا اینایی که اینجا داخلش نوشتم رو مثلا اینجا میتونم چکار بکنم؟ تغییر بدم. حالا بذارید من بزنم مثلا تمپلیت 1. تمپلیت 1 چیزی رو به اون صورت شون نخواهد. حالا بازم نگاه بکنیم تمپلیت 1، نگاه بکنید چیزی نشون نمیده. دات پی اچ پی رو نذاشتم، دات پی اچ پی. خب این چیزی رو نشون نمیده به خاطر اینکه ما هیچ وریبلی داخلش نداریم. حالا این از این، ما با این تمپلیت وریبل کار داریم که چیه؟ تمپلیت وریبل فقط ما هیچ چیزی نداریم، هیچ HTMLی نداریم، هیچ داخلش تمپلیت وریبل رو میگم، هیچ HTMLی نداریم، هیچ تگ H1ی نداریم، تگ تایتلی نداریم. ما فقط چی داریم؟ یه سری وریبل داریم که وریبل ها رو قرار دادیم با یه چیزی جلوش مثلا، خب و بعد اینکلودش کردیم تمپلیت 1. بعد این میره چیکار میکنه؟ تمام اینا رو ورم داره میبره تو تمام چیزایی که تو تمپلیت 1 هست رو، تمام چیزایی که تو تمپلیت 1 هست رو میگیره.
خب میاره میندازه داخل تمپلت وریبل و این پیج تایتل هایی که اینجاست خب همه رو مساوی این قرار میده، این چیزی که ما جلوش نوشتیم رو، به خاطر همینه که وقتی نشون میدیم فرمت دار نشونش میده، یعنی در اصل اون چیزی که ما اینجا نشون میدیم فرمت دار نشون میده. ولی تمپلت وریبل رو نگاه بکنید هیچ فرمتی اینجا نیستش، نه تگ H1ی هست، نه تگ H2ی، نه هیچی، نه بادی هست، نه HTML، فقط PHPه. این از این. بیریم در مورد دومین مطلب صحبت میکنیم به اسم تمپلت ریپلیس. من یه فایل دیگه ساختم به نام تمپلت ریپلیس. اینجا نگاه بکنید فانکشن دیسپلی تمپلت داریم. توی فانکشن دیسپلی تمپلت چیکار کردیم؟ یه فایل نیم داریم، یه assigned args داریم. توی این فانکشن گفتیم اگر فایل اگزیست، چه فایلی؟ حالا فایل نیم، اسم فایل نیم رو هنوز نذاشتیم. خب فایل نیم اگزیست، آوتپوت کن برای من فایل get content، چیز کن برای من get content رو بگیر، هر چی داخل فایل هست رو برای من بگیر. یه for each درست بکن، یه مقدار فاصله بزنم که گیج نشید. یه for each درست بکن، یه variable درست که بالا درست کردیم assigned vars که این بالاست، میبینید این رو گذاشتیم پایین. گفتیم واسه این یه کی درست بکن، یه کلید درست بکن و یه value و output رو بذار preg replace. این خیلی مهمه. preg replace یعنی p یعنی مثلا preprocessor regular expression. این reg یعنی regular expression. فقط این فانکشن replace فانکشن php که به نام preg replace هست که میگیم چیکار بکن، به جای هر کی که داخل curly brace هست value رو بذار و بعد بیرون بندازش، output بیرون بنداز. و وقتی که اومدی بعد چیکار بکن، از if میایم بیرون، از ببخش از for each میایم بیرون، میگیم اکو کن برای ما output رو. وقتی اکو کردی از if میایم بیرون، از این if میایم بیرون، اگه فایل وجود نداشت بگو که missing template error. و پایین ما چیکار کردیم؟ گفتیم template رو، حالا این چی بودیم؟ بالای فانکشنمون بود، حالا پایین گفتیم template رو برای ما بذار template2.php، assign vars رو بذار برای ما array، page title، template test و این تمام چیزایی که گذاشتیم رو بذار. و این display template رو که ما اینجا نوشتیم فانکشن بالا رو هم پایین قرار بده برای ما. حالا اینا رو همه رو سیو میکنیم، میریم میزنیم template replace توی firefox replace. میبینید همون چیز رو به ما برمیگردونه. این هم از این فانکشن. پس اینجا یه بار دیگه من اگر بگم، فانکشنی رو با هم ساختیم، گفتیم واسه هر فایل نیمی، واسه هر فایلی، یعنی هر چقدر ما فایل داریم که حالا ما یه فایل دیگه داریم به نام template 2 که میخوام در موردش استفاده بکنیم ازش، یه assign var درست بکن، چند تا variable درست بکن، اگه فایل وجود داره برای من تمام کانتنت هاشو بگیر، اسم فایل هم که اینجا میذاریم داخلش، حالا من اسم این فایل گذاشتم template. خب و یه for each درست بکن برای هر وریبلی که گرفتی داخل این curly brace، ولیوشو بذار برای من و output کن بیرون و آخرم چیکار بکن برای من؟ output رو echo بکن. حالا من اینجا return ندارم تو این function، معذرت میخوام، ولی چیکار کردیم؟ output رو echo کردیم، میخوام echo بکنی بیرون. خب اینم پایین template 2 رو قرار دادیم اینجا. خب template 2 هنوز ساخته نشده. template 2 که الان ما امتحان کردیم، من ساختمش بخاطر همون جواب میده. template 2 چیکار میکنه؟ تا داخل template 2 نگاه بکنید، ما اینجا دیگه دسترسی به php function نداریم، به خاطر همونه که من به این با فرقش با چیز اینه، فرقش با template 1 اینه که ما اینجا اکو میکردیم خب و پیج تایتل ها رو قرار میده. ولی تو template 2 ما داخل حکفتم هر کدوم از اینا، اگر دیدید اینم راه دومه دارم نشون میدم، راه اول دیدید که اکو باید میکردیم وریبل ها رو، راه دوم گفتم داخل هر کولی بریس پیج تایتل و کانتنت بود، داخل هر کولی بریس که ما اینجا نوشتیم میبینید ولیوش رو بذار برام. خب میره تمپلیت تو رو میگیره و این پیج تایتل ها رو میذاره، میگه چی؟ پیج تایتل رو برام بذار که اینجا داخل پیج تایتل داریم. خب میگه برام چی بذار؟ بذار تمپلیت تست. خب و کانتنت رو برای من چی بذار؟ کانتنت چی بود؟ اینجا بود. میبینید؟ کانتنت رو برای من بذار This is a test of templating using search and replace. واسه ما template 2 رو ساختیم، به خاطر همونه دیدید که جواب داد. دیدید؟
ولی اگر تمپلیت تو رو نداشتیم، اینجا من میذاشتم تمپلیت سیو میکردم، خب اینجا ریفرش میکردم 100% ارور میداد، میگه میسینگ تمپلیت ارور، میگه تمپلیت ارور، اینو نشون میده، میگه فایل پیدا نکردم. پس این تمپلیت تو رو ساختیم و این تمپلیت تو با استفاده از این فانکشن خب که ما چیکار کردیم اینجا گذاشتیمش چیکار میکنه؟ جواب میده. خب من اینجا اینکلود نکردم، نگاه بکنید نه اینکلود داریم نه چیزی، فقط اینجا فانکشنمون رو داریم، template2.php رو میره خودش میگرده تا همون هم پیدا میکنه. میبینید هیچ چی دیگه نداریم، ما نه include داریم نه بیاید required داریم، required once داریم. template2 رو چجوری پیدا میکنه؟ از همون مسیرش که ما اینجا داریم، میبینید template2 رو پیدا میکنه. این از این. یه راه دیگه هم داریم که بهش میگن object oriented way، که اگر ما نشونتون بدم اینه object oriented way. این همون template replace هست که ما اینجا داریم، خب ولی ما بالاش یه مقدار این فاصله رو بردارم که همه چی معلوم بشه، اینم هم بیارم یه مقدار بالا، خب همه چی الان توی صفحه معلوم. یک کلاس template داریم که ما تمام اون چیزهایی که داشتیم رو توش نوشتیم، خب منتها فرقش اینه که این فایل نیمایی که داخل این بود، اینو بذارم این ور، این فایل نیمایی که اینجا بود، میبینید فایل نیم، ما دو تا وریبل این بالا ساختیم، یکی فایل نیمه، این مقدار اینم بذاریم عقب، خب یه دونه پلاگین هست که اینا رو مرتب میکنه، PHP tidy PHP توی کد، خب اینا رو مرتب کرد. خب میبینید یه وریبل هست به نام فایل نیم، یه دونه پابلیک وریبل که اری درستش کردیم اینجا که این بالا اری نبود. خب این فانکشنمون عوض کردیم، گذاشتیم set key value و بعد گفتیم this assign variable. حالا ما این this رو باید به کار ببریم پشت سر اینا، به خاطر اینکه ما این دوتا رو ساختیم و توی کلاس template هستن و بقیهش رو باید اینجا this بذاریم، اینجا this بذاریم، اینجا this، همچنین میگه this انگار مثلا سینیه. خب این this ها رو که اینجا گذاشتیم چیکار میکنیم؟ میام پایین template رو مساوی قرار میدیم با new template و فایل نیم رو از داخل این تمپلیت فایل نیم رو میذاریم تمپلیت 2 پیج تایتل تمپلیت تست کانتنت هم میذاریم اینجا و این به این صورت فانکشن رو نمایش میدیم، پایین آخر هم میگیم دیسپلی کن. این هم از این به این تمپلیتی میگن. خب که اگه ما اینو تمپلیت ریپلیس فصل ما فایل چی بود؟ او گذاشتم من، آره اندرسکور او میبینید جواب میده اندرسکور او. خب شاید شما با خودتون بگید که این همه دردسر واسه چی، من میتونم این کار رو انجام بدم بدون این تمپلیتینگ، ولی میتونم به شما بگم که تمپلیتینگ خیلی راه خوبی هست میتونید که شما میتونید یاد بگیرید و این کار رو حتما نباید خودتون انجام بدید، میتونید با تمپلیت انجین یا موتورهای تمپلیت درستشون بکنید که در جلسه دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد.